نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه 26 شوال سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تکلیف افراد در صورت وجود تعارض در برداشت‌ها از متون دینی میان فقها فرمودند، فرد غیر مجتهد نمیتواند در چنین مواردی تشخیص دهد، همانند زمانی که بین دو پزشک نسبت به تشخیص یک نوع بیماری تعارض به وجود میآید و در رابطه با یک نوع بیماری دو نظر میدهند. معظم الله در رابطه با تکلیف انسان در هنگام بروز اختلاف میان فقها در احکام شرعی فرمودند، اگر در میان این فقها اعلم وجود دارد و محرز است که کدام یک اعلم هستند و محرز است که اعلم و غیر اعلم اختلاف فتوا دارند در مسائلی که مورد ابتلای مقلد است و فتوای غیر اعلم موافق احتیاط نیست، در چنین مواردی باید به اعلم رجوع کرد. ایشان در ادامه فرمودند، اما در غیر از مسائل دینی و شرعی مانند پزشکی و مهندسی اگر میان اهل خبره اختلاف پیش آمد، مراجعه به یک نفر اهل خبره ثقه برای کسب اطمینان کافی است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. که عقلا هم همین کارو میکنن. مریضا چیکار میکنن که وقتی که خودش نمیتونه تشخیص بده، از کتابای پزشکی اگه برداره بخونه نمیتونه برداشت کنه، مراجعه میکنه به یک پزشک اهل خبره. اگه بعد اینکه اگه این تحقیق کرده و این کشف بعد که اشتباه بوده، اگر مسئله رکنیه یعنی رکنه، بله باطله. اما اگه مسئله رکن نیست، نه باطل نیست، یعنی فرق میکنه جاها. بعضی ها گفتن مرجع اخیر، اما بعضی ها گفتن نه، هر کدومشون رو میتونه بقا بده.